ها موزیک زنده داشت، موزیک زنده داشت که بچه های زیاد اونجا هنرنامه میکردن، از جمله افشین دیهیم هست که از دنیا رفت چندی پیش و من اینجا یادش کردم. افشین دیهیم رهبر ارکستر ما بود، یکی از رهبر. بچه های دیگه مثل سروش با ما کار میکردن، تقویان احسان و برادرش، جمشیدی بود برای ما میخوند، این داریوش، دوستان زیادی من اونجا داشتم، آقای علمی نمیدونم الان کجا، اینا موزیسین های ما بودن. این خیابان جهانبانی بود وینروالد. وقتی که میگم محمود فرخ در سراح جم جهانبانی بود، از جهانبانی که شما میمدید میپیچیدید میومدید خیابان جم. بعد از این که چیز شد و اینا، ما وینروالد رو بستیم، بعد رستورانی داشتیم اونجا در یه پاساژی، صاحب زمینش و ملکش آقای رازی بود، درود دارم بهش هر کجا هست، اون یکی صاحب ملکش و اینا زمینش مال آقای قفلی بود و آقای جواد امینیان که فامیلش بود. بعد برگ سبز رو ما باز کردیم، رستوران برگ سبز در خیابان جم، تو اون پاساژی که موکت فروشی بود. این در همین بین این دو آدرس خونه زیبا و با شکوه و تاریخی محمود فرخ بود، سید محمود فرخ، که مرکز علمی فرهنگی بود، شب شعر داشت همیشه، و این شب شعر و زندگی و تلاش ایشون آریایی بود. مثل ابراهیم گلستان نبود که چپول باشه و مارکسیست باشه و سادات تازی باشه، ضد ایران و ایرانی و پادشاهی. این نمونه‌ای که امروز دارم بهتون میگم نمونه یک سیدی است که دقیقاً با اون سیدی دیگه درگیر بودن نظر اندیشه، یعنی اون سید ابراهیم تقوی شیرازی که مشهور شد به سید ورداش، گذاشت ابراهیم گلستان، با این سید محمود فرخ که افتخار میکرد بگه من زرتشتی هستم. در اون موقع ها، اسمش سال 1360، روزی که من از ایران فرار کردم، از جهان رفت خانوادش، خواهر ایشون هم شنیدم از جهان رفته، روانش پاک و شاد، بعد نوه ایشون، دخترش هم از رفته، دختر نوه ایشون لادنه وهابزاده زنده است، که وهابزاده ها خانواده بزرگواری بودن. من از لادن میخوام که خصوصا در رابطه با این خانه به من بگید چه شد، چون این خانه قرار بود یک مرکز فرهنگی بشه برای مشهدی ها، این خانه قرار بود بخرن خراب کنن بسازن پولساز ها، اما انجمن شهر مشهد تصویب کرد که این خونه خریداری بشه و تبدیل بشه مرکز فرهنگی. ولی الان مدتی من خبر ندارم چی شده این قضیه، هیچ خبری ندارم ازش، از بعد از اینکه دخترشون از جهان رفت که تو این قضیه وارد مذاکره بود و اینا. الان لادن نوهشون وارث دیگه، 3-4 سال هم گذاشته، چون تقریبا 4-5 سال پیش بود که تصویب کرد مجلس مشهد، مجلس شورای محل شهر، انجمن شهر، که اینجا بشه مرکز فرهنگ. خب حالا این محمود فرخی که بهتون گفتم یه نمونه است در با عرایزی که در رابطه با عرایزی که در ابتدا کردم، این یک نمونه است که بدونید سید داریم گلستان، سید داریم محمود فرخ، فرق می‌کنه. ایشون روح پرفتوه آرایی، یکی صاحب نسلی و بس به اصل اهورایی، یه بس دیگه کم کم دارم کم یه جورایی، سلام سال بن در بره پویاند در این دراهی، دوست آمد سال بر ما نظر کن تا رهیم زین گمراهی، دوست آمد سال دستم بگیر و رهایم کن به راهی، دوست آمد سال یا لابه کن یا مدربه یا همراهی، تو که خرد برس و میموس رشت از آین مهری،
چرا کم لطفی با خودفنی و با ما بیمهری میگی منتصب به جدت فرمان آزادی میگم آزادگی را به کنجا تو مخجان سازی اگه میخوای بل کنه و بره بالا هرچی که کاشتی ببین حالا کجای راهی ولش کن هرچی کاشتی و سوال استار تو همچه ما ره به دادار یک تایی و سوال استار یالا بگو برات بخونم دایی و سوال استار سرناهی یک تا پرستی یا پاکی و سوال استار یالا بگو اگه با ما نپس با کی با کی نگو سلام بگو برو نگو شعر بگو سرود نگو شکر بگو سپاس ولی مقصد همه خداست.